دانشنامه ایرانی کارا با آینه تمام نمای فرهنگ ایران و شناسنامه ایرانیان تعبیر می کنند. دانشگاهی برای فرهنگ و تاریخ ایران. دانشنامه‌ای که مقدمات تهیه و تدوین و انتشار آن به همت و پایمردی دکتر احسان یارشاتر از 39 سال پیش آغاز شد و تا به امروز بیش از 1700 تن از دانشمندان بنام در تهیه و گردآوری مقالات به این بنیاد یاری می رسانند. امروز 15 جلد دانشنامه ایرانیکا به چاپ رسید. به نیویورک آمدم، به مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا، مکانی بسیار کوچک که این دانشنامه بزرگ در آن در حال تهیه و تکمیل است. هدف ما این است که انتشار هر مجلدی بیش از 2 سال طول نکشه. جلد 15 در انتشار روی کاغذ و چاپ ما رو به اواسط حرف که رسونده و تصور میکنم که اقلن 15 جلد دیگه و شاید 20 جلد دیگه لازمه که این دانشنامه به آخر برسه. آقای دکتر، برخی عنوان میکنن که شما جانشینی رو برای خودتون انتخاب کردید. خب من از زمانی که در حقیقت 17 سال پیش که من 75 سالم شد هم خودم من حدس نمیزدم اینقدر زندگیم درازا بکشه و فکر کردم خب موقع اینی که من فکر جانشینی بکنم. بر حسب اتفاق نشد اندامنت هم که به ما کمک میکردن اونها هم نگران این بودن که خب من اگه فرض افتادم تکلیف این کاری که بهش کمک کردن چی میشه؟ یک مدتی دنبال یک فردی میگشتم که جای من بتونه بیاد بنشه. تمام دنیا رو ما گشتم. خب چون میدونین یک برنامه بین المللی است، زبان انگلیسی نویسندگانش در تمام دنیای متمدن پراکندن، اروپا، آمریکا به خصوص. بعد دیدم که واقعا کسی هم نیست که من بتونم بگم این میتونه این کار رو اداره بکنه، هم مسئول امور مالی باشه اینجا، هم مسئول امور اداری و هم مسئول امور علمی. آخرش این نتیجه رسیدم که این ویراستارهایی که تا سال هاست با من کار کردن، یکشون آقای آشتیان است، مرد بسیار فاضلی در تاریخ و ادبیات، دکتر احمد اشرف یک جامعه شناس در جعفر و یک آدم بسیار دلسوز به کار ایرانیکا و صاحب سابقه و تجربه در این کار، و یکی هم دکتر برونر یک آمریکایی است که اولین ویراستاری که من انتخاب کردم و که ما یک ویراستار نیمه وقت به منشی نیمه وقت داشتیم اوست که من به زحمتی رفتم اینو دوباره پیدا کردم، برگردوندم به دانشگاه مال چندین سالگی به ویراستاری مقالات ما میپردازه و خوشبختانه تخصصی هم در امور کامپیوتری داره و اون کار هم زیر نظر اوست و من دیدم کسی بهتر از اینها پیدا نمیشه و اینها را من به جانشینی خودم تعیین کردم. آقای دکتر اشرف، چه عواملی باعث کندی کار ایرانیکا شده؟ آیا فکر میکنید که تا چه زمانی دیگری نیاز هست تا کار ایرانیکا به اتمام برسه؟ در درجه اول شما این رو بدونید، کندی کار ما مربوط است به مهمترین عامل نبودن نویسنده توانای مورد اعتماد دانشمند دقیق برای نوشتن مقالات ما.
اما بنابراین این مطلب که شما میفرمایین الان دیگه مطرح نیست، حتی برای NEH که شما که اینو تموم میکنین، تموم شدن این خیلی، برای اینکه ببینید الان 30 سال 35 سال 15 جلد در اومده، ما چجوری به شما بگیم که حرف درستی بزنیم و یک ارزیابی درستی بکنیم از اینکه این چقدر طول میکشه تا ما اینو تموم بکنیم؟ 30 سال دیگه طول میکشه تا ما اینو تموم بکنیم، 15 جلد دیگه میخوایم، برای اینکه ما الان وسط کاریم. ما الان مقاله داریم راجع به زرتشت، زرتشتی بعد 30 سال دیگه در میاد، الان هست، و به همین ترتیب ما بسیار به صورت گسترده‌ای در واقع عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. ولی مسئله اینه که اصلا من نمیدونم، واقعا نمیشه با اطمینان گفت که چند جلد ایرانیکا در خواهد آمد. آیا جلد 17 هم متوقف خواهیم کرد چاپو، جلد 18 هم، جلد 20 هم، امیدوارم اقلا تا جلد 20 هم در بیاریم که یک عددی باشه و اینها، ولی که واقعا مطرح نیست الان در جهان چاپ. همه چیز داره میره تحول پیدا میکنه از چاپ به صورت اینترنت.